دندر آباد، پنجشیر، مردم وعده میتن که ما شما را خارج میبریم، ما شما را در مجموع انتقال میدیم از افغانستان و شما تنها بگوین که ما هزاره هستیم. و چند نفر آدم خود فروخته هم در اونجا که خود به قول خود وظیفه قبلیشان جز دزدی و رهزنی چیز دیگه نبود، دو آدم هم از این به این معنا به یک شعاری که برو بیادر در قصیش نشو ظاهرا بگو که من هزاره هستم، حالا چی گفت پس دقیقا داره گفتن هزاره نمیشی اما استفاده که از پیسیش میبرید خارج یا همچون چیزای دیگه. اونا فکر میکنن که ما خود با این گفا هزاره ها را فریب میدیم، اما هزاره ها با برخشیدن ویدیوهای از اونا بر دیگران این ثابت میکنن که گویا در فاریو در چی اندراب و در پنچیر هزاره وجود دارن. حالا ببینین اینا عکسای بزرگای اندراب و اینا را مثلا آمسر عبدالحق چی آمر عبدالله شهیده خدا بیامرزه، یا از خوست بریالای سنگینه، یا بعضی کسای دیگر از فرمانده های سابق و امروز اندراب و بغلان اینجا تصاویرشان ها یک جا کلشان رو مکس میکنه و میگن که فرزنده های از آره رقم رقم. من بچه های عامر صاحب عبدالله خدا بیامرز رفیق ما است، یعنی همو بچه کلانش، بچه دومیش، اعجاز الحقش، امینه و رفیقای ما است. من همراه اعجاز الحق سالگرد عامر عبدالله عبدوی خدا بیامرز همراه سالگرد عامر صاحب ذبیح الله خان شهید در مزار شریف گرفته بودم که مسئول برگزاری این برنامه کلا مدیر برگزاریش ما بودم و از طرف رهبر صاحب استاد تمامد نور برگزار شد، هدایت داده شد مصارفش هم اگر پیش که باید برگزار شد برگزار کردیم. یعنی اینمی سوالا را من یک بار تلفنی در واتساپ از ابو آدم نکردم نگفتم اینمی طور یک گفا هست که گویا شما هزاره است، اینمی گفت راست است. خنده لود میره میگه شیوا صاحب میگه ما چی بگویم برتان، میگه اینمی مردم هزاره اینمی بوتان از پای ما بسته کردن، در هر جای گفته میرن که گویا عامر عبدالله عبدو چی بود هزاره بود. میگم او میفهمی با گونه گفت که حتی یک قدر درشت گفت، گفت سگ ما هزاره شبه کرده مرمی بزنش به این شکل، یعنی که قطعا اونا هزاره نیست. و در اندر آبا برو یک بار بود که تو هزاره هستی بیبی که برای تو چی میگه. این که شورای از اینا شورای سردازری شد و همی کنگره از اینا یک تعداد از متعصبین مریضی که فقط اگر وسشان برسد حق افغان ها همچنین کارهای را میکنن، اما میفهمن که افغان ها امروز قدرت در دستشان است، بیاین خیلی با شما یک کاری میکنیم که از افغان ها را فریب میتیم و افغان ها را میگیم که شما قاتلای بابا و اجداد و نیکی خود، بیاین میگیم که شما آدم های خوب هستین، شما آدم های شریف هستین، افغان ها را کلا میگذاریم فریب میتیم با همی گپا و امو تعدادی را که در داخل از ما هست از هزارها و رنبا را در امان نگاه میکنیم از آسیب طالبا در امان باشه به او خاطر داره که در امان نیستن. هر شب ای که در خانه هایشان سر زنایشان چی میگذره ایره خدا میدانن و مایی که از اونجا گزارش داریم، اما برای او کنگرنشین هزاره هیچ فرق نمیکنه. این گفت استاد شیوای بزرگوار در روزگان خاص ما قریر آدرس داریم، ویدیوهایش هم در اختیار ما قرار گرفته. طالب ها یعنی قومی کوچی میره درختایشان را سر میزنن، ضرب الاجل تعیین میکنن که هزاره از اینجا بکوچه. در روزگان خاص که در گذشته هم پیشینه کوچ اجباری هزاره ها را در زمان امیر عبدالرحمن خان که حتی بعضی هزاره تبار ها هنوز هم ایدای از ایره دارن که ولایت اروزگان تعلق با اونا داشته، این اتفاق میفته کسایی که زویت کنگری هزاره را دارد و جایی که بیاین در برابر این جنایت صدا بلند بکنن میاین برای تاجک تبارهای تاجکستان پیامگذاری میداشته باشن. در امی ارتباط نظرتون چی است؟ خب
قتل عام و سرکوب از اینا یا ریشه کن کردن باغ و درخت و دار درخت از اینا از طریق افغان ها یا توسط افغان ها گپ نو نیست. سالها افغان ها روی گرده های از اینا سوار شده و اینا را چی کده؟ اینا را محکوم کده، سرکوب کده. و ضمن یک موضوع را من یادآورشان بردم، یک بچه افغان است از جمله رفیقای من برای من او روز در تلفن گفت، گفت شیوا صاحب من خود دمی افغان افغان میگی، به خدا روزی برسه که سر ما افغان ها شما تاجیک ها شکر میکشید. من گفتم چطور؟ گفت اینمی هزاره ها را میبینی، اینمی هزاره ها را ماستیم که در هر دور، در هر دهه، در هر صده چند بار لگدمال میکنیم، تیر میشیم از سرشان. به خدا اگر اینا را بانیم، گفت اینا کسایی است که از کانکورتک توی تاجیک هم میگیره، ازبک هم میگیره، ترکمن هم میگیره، افغان هم میگیره. گفت اما سبق از اینا را به قول خود از او گفت پیری از اینا را در دستشان میدادگی ماستیم. گفت شما خود سر ما کبر میکنین، لیکن روزی میرسه که شکر میکشین با سر ما. گفت اینا را دمی دوره گذشته، دمی 20 سال جمهوریت، از صندوق خمسشان استفاده میکردن. صندوق خمسه که تمام از اینا هر کدامشان یک رو پد دو رو پد در من منداختن، مرکز بعد توانش باز از اونمو برای مردم های بی‌بضاعتشان مثلا میگفت که بیاین یک پالیسی ها را ببین، میگفت برین در چی؟ برین میگفت در مزار هسته گذاری کنید، برین در کابل هسته گذاری کنید، در شهرهای مهم از مغاره های بامیان، از دایکندی اینا را کوچ میداد. همی محقق، همی خلیلی اینمی ها برنامه ریزی میکرد، میگفت برین شما در اونجا، وقتی که در اونجا رفتین باز در اونجا چی کنین؟ یک لگ افغانی میداد برش، میگفت اینی یک لگ روپه را برو یک دانه زرنگ بخر کار کن، یا یک لگ افغانی میداد برش، میگفت اینی یک لگ بگی کارت موبایل بخر در دستت در روی بازار بفروش، این یک نمر زمین هم ما برد گرفته میدیم از شهرداری برانجا. خب این اصلاگذاری در داخل شهرهای مهم که نفوذ خود ما را زیاد نشان بدیم، بتانیم که زیاد نشان بدیم به اون معنی، هم از طریق صندوق خمس و هم از طریق کنسولگری ایران تا میتونین شما جایدادهای تاجیکا را در بامیان، در دایکندی، در غزنی، در اینجا تمام جایدادهای تاجیکا را بخرید، تاجیکا را از صحنه بکشید، در جایشان شما جایگزین شوید. همگی از اینا اینمی محلات تکیه خانه همیشه محل تصمیم گیری منافقت از اینا بوده که از اونجا علای دیگه افغان تصمیم گرفته میشه، میشیشتن مشوره میکردن و میگفتن که بیاین اینی تو کار در حق فرقی قوم میکنن. استاشیوی بزرگوار یک تعداد را ما استاشیوی بزرگوار هم یک سوال یادم نرم یاد در ذهنم خطور کرده، یک تعداد بعضی اوقات ما دارم این لایف های از آره تبارایی که تعلق به کنگره از آره داره، اونا هش که از رد در مورد نصیر دیوانه میریزن. همین نصیر دیوانه کی است؟ چرا وقتی نام از نصیر بردم به شهر اینا من دشنام برای مارشال سپ میتن؟ خب اینا در بخش نیروی نظامیشان بسیار زیاد دیوانه و گنگ زیاد داشتن، نصیر دیوانه و شفه دیوانه و یکی دیگهش بنام قدم بچه خدا نام داشت، یکی دیگهش بنام سرور گنگ نام داشت، یکیش بنامه میرسن کلمه ایدن آن داشت، هم اگه از ایمان این بود لنگاش دیوانه چی و چی. نصیر دیوانه یک کسی بود که در مزار شریف بعد از اینکه نیروهای احمد شاه مسعود شهید در کابل اینا را تار و مار کرد و از تحریک طالبا آمد مزاری را کشت و مناطقش را گرفت، نصیر دیوانه فراری شد آمد طرف مزار شریف. در مزار شریف قماندان امنی حیرتان تعیین شد و در اونجا محقق در شب و روز در تل مزار، مزار و تل مقرش بود وزارت داخله، وزیر داخله بود. این آدم در داخل شهر مزار بی‌نظمی میکرد، در حیرتان بی‌نظمی میکرد، تا بالاخره یک روز من جریان حقیقت را میگم که مزاری ها هم اگه گفت مرا اگر بشون تایید میکنن،
یک روزی شد که مارشال دوستم میخواست طرف ازبکستان بره، در سر پل آمو نصیر دیوانه موتر مارشال دوستم استاپ کرد. مارشال شیشه را پایان کرد، طرفش جورگشانی کرد امروش. او مارشال را گفت که بخیر دوستم صاحب کجا میریم؟ مارشال دوستم مگه طرفش دید، گفت میرم ازبکستان. گفت والا نوش جانت، یک لنگت در ازبکستان است، یک لنگت در افغانستان. میگه مارشال طرف سعی کرد، گفت اگر میخوای که ببرم بیا بریم، تو رو میبرم. گفت نه برو، با امان خدا روی خود تعودت. میگه رفت. مارشال بسیار در دلش گفت کرد که ای آدم هم مکد ازی، ای را آدم حساب نمی کنم، ای را سعی کن تو که ای سر و کلید چرک و چتل و بویگین آمده، ای در برابر من استاد میشه و ای توی حرکت میکنم. همون لحظه زنگ میکشم برای خدا به امرز عبدالچلک. عبدالچرک یک جوان عرب تبار، تاجیک تبار بود، عرب نگم خوده، از سرپل بود، از قماندان های بسیار برجسته و دلیر جنگی دوست بود. او را قمانده میکنم، میگه این آدم وردار از سر رای ما، که این آدم تا امروز در سر رای ما ایستاد شد. اما فرداش چی بود؟ فرداش روز سالگرد مزاری بود. نیروهای دوستا آدرس استاد شیوا را هم سپورت کنین که لایف زیر ریپورت است، مشکل پیدا نکنه. حالا مشکل استاد شیوا بزرگوار باز نیروهای عبدالچری یک کاروان بسته تانک و زریدار و همچون چیزا آمد، از درون مزار تیر شد. هزارها هم مگی در سر دمسلای مزاری مصروف موچی خودشان بودن، برنامه خودشان. کمربند هم گفته بود اینا را که شما کجا میرین با این تانکا، گفته بود ما سمنگان میریم. اما از دورایی حیرتان دور خوردن طرف حیرتان رفتم. نصیر دیوانه را فقط در 15 دقیقه جنگ گرفتن زنده، دستاش در پشتش بسته کردن با یکان 10-15 نفرش، زیاد شد بشتن 10-15 نفرش همراه خود نصیر در دریای امو قلاج کرد زنده همتون. یعنی مردم یک بار دیگه هم پاچگیر شدن در برابر مارشال دوستم در شمال، خصوصا از آدرس از روی اتفاق افتیده. تمام کسایی که از جنبش ملی هستن و از جریان خبر دارن حرف مرا تایید میکنن و اون شفی هم اونطور یک آدمی بود که سوالا سر خدا نمیشوش در داخل شهر کابل، در غیر از مردم راکت بزن خانه مردم، چون که دختر مردم استاد که برهنه که در قرارگاه خود دخترهای شما سیافی هستین که یا از پنشیری هستین گفته. این همی غیر جنایت بشری کار دیگه نداشت. همین کسی که پایین برنامه هستین تا اکاونت اصلی نبیاین بالا نمیارم، یک مسئله، یک کسی با تخلص عرب میکنی 10,000 فالوور داری، امی مجرد بالا میارم کمره تا باز کو که ما ببینیم چهره تا، اگر کمره ندادی پایینت مندازم. اوید کسایی که انتقاد دارین، ببینین وطنای عزیز، انتقاد کردن آسان است. شما میفهمین کنگره هزاره امروز در ایران یک شورای به نام هزاره از اندراب درست کرده. ما به صفت یک بچه اندرابی نمیخوایم در زادگاه ما نفاق به نام تاجک و هزاره را یک کتل آدمای بیعقیده بزدل ترسو که توان دفاع از ناموس و عزت هزاره را نداره، از هزاره تشیع خود نداره، بعد او بیایه در بین تسنان یک نفاق ایجاد کنه و او آدمایی را که چشمایش از ما کرده کلانتر، بینیش هم از ما کرده بلندتر، بعد میاین که اینا ربطی بر سپای هزار هزار آدمی چنگیز داره، یعنی از نژاد مغول هستن، یک جعلی تاریخی که مثل آقای محقق ابن سینا و مولانا و حافظ و بیدل را هزاره خطاب کرده بود. بعد اینا میاندن یه عصر ما و شما که حداقل یک دو تا کتاب خواندیم، بعد در چشم ما خاک میزنن، ولی همیتو در همی بیزی کلان طالب چسبیدن، آوزان هستن به خاطر راضی نگاه کردن طالب، بعد میان مقامت را دشنام میتن و او جاهایی که مقامت است باز از پول ایانه مردمشان به جایی که او را در ایاشه و ایباته و دفاع از ناموس و عزت هزاره تبارهای ما در افغانستان به مصرف برسانند، باز او را میرن نفاق به این تاجک تبارها از او پول استفاده میکنند.
این دیگه کاری درست نیست، این حرام است. ما فروتن همیشه یعنی ما همیشه وسیله به قدرت رسیدن اینا بودیم. هیچگاه از این آقای عرب سلام جناب دکتر صاحب بزرگوار. و علیکم سلام آقای حاجی صمیم عرب. خوب است برادر، صحتت خوب است. استاد بزرگوار استاد بشیر شیوا سلام برسم. سلام کمره باز نکنی بزرگوار پایینت مندازم. خب درست است، من جای نیستم که کامره را بار بار گفتیم. ما اکانت از این فکر نبود. ببینید ما همیشه وسیله به قدرت رسیدن از اینا بودیم. یعنی که بعد از اینکه مزاری کشته میشه، در مجموع قدرت از اینا سلب میشه، نیروی جنگی از اینا از بین میره. اینا دیگه اصلا نه حق گفته مردم جنگیدن، نه توان جنگیدن می داشته باشن و نه توان هم خواهیدن. اما عامر صاحب مسعود اینا را بالاخره میاره در جبهه مقاومت شامل میکنه و اینا از همین طریق استاد محقق میره به منطقه بلخاب و از اونجا با نیرویش داخل شمال داخل مزار میشن و به این شکل بعد از جمهوریت اینا در معاونیت ریاست جمهوری میرسن، در معاونیت قصر سپیدار میرسن. یعنی تمام اینمی کارا را، اما این من سریع میگم، هیچگاه اینا با ما صادق نبودن. هیچگاه اینا فکر میکنن که قاتل مزاری احمد شاه مسعود شهید است. اینا فکر میکنن که قاتل ازاره ها تاجیک هاست، در حالی که او طور نیست. قاتل مزاری مشخص است که طالبا بود. قاتل مردمایی که در جریان جنگ دو طرف هم کشته شد، هم حزب اسلامی بود، هم سیافی ها بود و هم جمعیت بود. بعضی ممکن نمیشون. خب طبیعی است که وزارت دفاع در دست جمعیت، امنیت شهر کابل در دست جمعیت، وقتی که تو در درون شهر جنگ در بیتی، وزارت دفاع مسئولیت داره که از شهر دفاع کنه، با تو درگیر میشه. در این زد و خورد ای که تو کشته میشی، تو هم از تفنگ تو هم چاکلیت باد نمیشه دیگه. و این مظلوم نمایی هایی که اینا میکنن هم اگه ساختگی است. ای که اما ویدیوهایش را ببینی که لشکر مزاری یا عسکر مزاری در کابل، در غرب کابل چه نوع جنایاتی را که در جنایات بشری را در حق مردم سنی مذهب نکرد، این را یک بار برین ببینید. این گپ دروغ نیست. اما خودشان یک رقم خود لبودان خود در خاک میزنن، میگن ما مردم مظلومی بودیم که غیر از کتاب خواندن دیگه کار نداشتیم. این همی آمدن در خانه های مسلم ما ضربه کردن. اما دیوانه هایشان هم بردر آنه که بشمشایش در سر شانهایش قطار را میگشت و سردار فلانی میگن. حقیقت آدم باید نباید چی بوجه کنن. ما همیشه اگر زدیم خود اونم تر با افغان ولی یک کم پر قدرت و کمره بزن. آقای امید کمره بزن. شرایط کمره ندارم، اگر اجازه میتونم اینجا میتونم صحبت کنم. متاسفانه شرایط کمره ندارم. با پوزش گفت کمره کسایی بازدم کنه در خواست روان نکنه. هیچگاه ما اصلا شوی بزرگوار این کسایی که انتقاد کنم یک بار دیگه هم تکرار میکنم، به من فروتن که یک چیز آدم هایی که در 20 سال نظام جمهوریت از صلابت و اقتدار ما مردم در اندراب ها سوی استفاده کردن، از سالنگ شروع تا خنجان اینا سرقت و دزدی مسلکشان بود، آل رفتن در ایران درمانده و بیچاره شدن، نان حلال با آبلی کف دستشان پیدا نمیتونن. یک آدرس مفتی به نام کنگره هزاره یک مقدار پول در اختیارشان قرار داده، اونا شورای به نام هزاره ها درست دارن و حال میاین مردم شمال افغانستان را 85% هزاره میخوانن، در حالی که نه چشم نه بینی و نه قیافه به قوم محترم هزاره شباهت داره. درست است بی بی کلانهایشان
که 80 و 85 سال و 100 سال عمر دارن سر و صورت هزارگی داره، اما پدرهایشان تاجک تبارا بوده. بنان این کتله را میخواین در برابر پدرهایشان و اختصاص وادار بکنن. من فروتن در مورد سکوت حرام میدانم، والله سوگن بار دیگه، خصوصا از این اندرابی هایی که در ایران هستن ایدای هزاره بودن دارن. بابتان تصویرش با بیبیتان میمانم، بعد چهرهشان را قلم میگیرم، از بینی و چشم و ابروی شروع مقایسه میکنم. بعد مردم قضاوت میکنن که پدرتان هزاره است یا بیبیتان. آل شما دیگه بابتان که در قید حیات نیست، شما ناحق یک مرد تاجک تبار را هزاره نخوانین. اگر هزاره میخوانین گناه کبیره را مرتکب میشه. در برابرتان سکوت حرام میدانیم. ما هدف ما خدای نخواسته تأخیر کردن توین کردن نیست، ولی سکوت در برابر کنگره که دفاع از ناموس هزاره را نداره، دفاع از مال هزاره را نداره، توان دفاع از مال هزاره را نداره، توان دفاع از ایره نداره که زن هزاره تبار را میبرد از زندان، با مرد هزاره تبار شکنجش میکنه، میگه مذهبت تغییر بده که چراغ گلک هستی، دفاع از عقیده خود نداره، میایه در بین اهل تسنن، در بین مذهب تسنن به نام هزاره سنی و شیعه، هزاره سنی و تاجک سنی میخوان نفاق ایجاد بکنه و بین مردم ما مرز بکشه، این کار کاری درست نیست. شورای که امروز در بیزی طالب خود را اوزان کرده به خاطر رازی نگاه کردن طالب والی و بشک زرد حامیایش بر صلابت و جایگاه اقوام غیر از اوغان، دشنام های رکیک و توینامیزی، در حالی که هیچ کس حق از اینا را نخورده، حق خود را از مقابل گرفتن، نمیتونن به خاطر راضی ساختن مقابل که حقشان را بتمین به دیگه مردم دشنام میتن. این دشنام آل بد کشور همسایه ما کشیده. استاد شیوای بزرگوار، یک آدم زلفو را دیدم، نامش را نمیگیرم که چندان آدمی نیست، فطرت دیوسانه داره. او در گذشته همی چند تا زنی داشت، حالا همون زنایش شوهرایی داره، بدون شوهر زنش اجازه نداره که طفل خود ببینه. بازو میاد پیام میده برای تاجیکای تاجیکستان، میگه از این تاجیکای افغانستان حمایت نکنین، اگر شما حمایت میکنین وطن خود خراب میکنین. گویا طالب اینقدر توانمند است که با شما را راحت نمیگذاره. در همین ارتباط دیدگاهتون چی است؟ ببینین تاجیکای تاجیکستان محبت ما را از خودگذری ما را در برابرشان، در زمانی که سید عبدالله نوری مخالف حکومت آقای امام علی رحمان در درون تاجیکستان می جنگید، در اون زمان اینا دیدن، در اون زمانی که عامر سید مسعود شهید، استاد ربانی شهید، صلح تاجیکستان وسیله شدن، سید عبدالله نوری را همراه امام علی رحمان یک جا در افغانستان، در پنجشیر، در کابل، در چند جای دعوت کردن، خواندن و در تفاهم رساندن. یعنی که بانی صلح تاجیکستان احمد شاه مسعود شهید بود، استاد ربانی شهید بود. این تاجیکای تاجیکستان به خصوص آقای امام علی رحمان خوب درک میکنه، خوب درک کرده و میدانه که تاجیکای ما، تاجیکای درون خراسان یا افغانستان نیمی از بدن از اوناست. در این لقلق سگ اصلا هیچ آب حرام نمیشه و هیچ اصلا استاد شوی بزرور رو یک سوال دیگه هم یک آدم دیگه هم گپ زده از اون نقل نمی کنیم. در زمان امیر عبدالرحمن هزاره مظلوم، در زمان نادرشاه هزاره مظلوم، در زمان امان الله هزاره مظلوم، در زمان امیر حبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله هزاره مظلوم، کاتب هزاره را در هزارجات روان کردن، گفتن اونجا برو مردم را پیام بده که نظام استبدادی پایان پیدا کرده، ما هم زبان ها فارسی زبان ها در اقتدار هستیم. کاتب هزاره رفت مردم را به شورش وادار کرد. وقتی پس آمد امیر حبیب الله کلکانی بی ادبی مفت در مقعد ازی در مدخل ازی چوب زد و عمو شکنجه امیر حبیب الله کلکانی باعث شد، باعث مرگ کاتب هزاره شد. در مقطع پایانی از امو وقتی که شکنجه شده بود میگه امو عامل مرگ کاتب هزاره شد.
در زمان استاد ربانی مظلوم، وقتی که میاییم از همین بالا که مظلومیت تا پایان، یک کسی که دفاع مشروع حق مسلمش است از خود دفاع نمیتونه، از ناموس خود دفاع نمیتونه، همیشه مظلوم قرار میگیره. بعد همین مردم باز چوباره میاد، چرا میانم یک تعداد از همین با کدام جرأت پاچگیر یک ملتی که امروز چهار طرفش معاصره است ولی با اقتدار در برابر تمامیت خواهی و بشکه زرد و طالب والی و کسایی که باورمند به با انتحار و انفجار و افرادگرایی است ایستادن، بعد میان پاچگیری از اینا میشن. امینا رای اشتباه را نمیرن فروتن سب. اینا دمو کسایی میمانند که یک آدمی که در اقاب مفتن در هر چیز چنگ میزنند دست اندازه که دست ماهای در چیزی بند شود. اینا امروز در یک انزوای کلی قرار دارند، یعنی که طالبا افغانا با ما در هر حالت حاضر است که قدرت از ثروت بالاخره در تفاهم برسند، یا با پادرمیانی دنیا یا از ابرقدرت ها یا از روی ابو حس انسانی که بزرگای خود افغان قوم افغان در خود زنده بسازن و بگوین که بیاین نمیتو یک کار را بکنیم برای فردای را، بخاطر که بار ما میبینیم که زرمه خلیلزاد در تازه ترین صحبتاش میگه که ما اصلا در درون کشور دیگه علت جنگ را بیافیم که چرا این جنگ پایان نمیافیم. میگن شوروی هم اومد در این جنگ، کامران بزن جاوری کامران نزدی پایینت مندازم، میگه شوروی هم اومد از اینجا پس رفت پشت راهش، کامران خود نشان بده جاوری باز کردن تا کامران نیدی تصویر یادم هم میدیدین؟ نه نه پایانش هم و میگن تمام قدرت های کشورهای دیگه هم که آمد در چوکات ناتو پس رفتن، اما ما در صلح نرسیدیم. امروز هم میگه که وقتی طالب حاکم است در سراسر کشور باز هم نیروی مخالف وجود داره به نام مقاومت و باز هم جنگ ادامه داره. اینمی چرا پایان نمیافت؟ دینمی نقطه باید برسید. پس تصمیم گیرنده قوم افغان امی خلیلزاد، امی جمع شورای کویته، امی مردم های تیکدارشان است. اینا در یک باوره که برسن که گویا ما دیگه اصلا با امی تاجک ها کنار میاییم و سر تفاهم میگیریم، برای ازاره ها به هیچ عنوان حق قائل نیستند. اینا قول میتون برای تا یک انگشت من نه ده انگشت من میمانم شست میکنم برای از اینا حق قائل نیستند. ببین اینا یک میبینین استاد شیوای بزرگوار از گپای تان سوی یک تعداد سوی استفاده نکنه. منظور استاد شیوایی است که وقتی عقیده مطرح میشه، مذهب مطرح میشه، من فروتن باز تاجک بودن برام ارزش نداره. وقتی عقیده سنی در افغانستان او هم حنفی مطرح میشه، باز من فروتن با یک بچه اوغان هم عقیده هستم و حتی شعار ماست که مسلمان برادر مسلمان است. این را متوجه باشیم. ولی وقتی عقیده مطرح میشه، شما که میایین به حضرت معاویه و خانم پیامبر فرش های رکیک و ناموسی نثارش میکنین، با دو وقت تو با من نه هم زبان گفتم ایشی و نه هم تبار ارزش های عقیدتی ما را تحقیر کردی، غیر قابل بخشش میباشید. مسئله مذهبی در افغانستان کال ببینین، مذهبتان باطل، اقتدارتان صدمه دیده، توان دفاع از ناموس شرفتان را ندارین، درختتان در ساحات خانه و کاشانیتان سر زده میشه، شورای کنگری به نام هزاره به جای دفاع از ارزش های هزاره تبارهای با شرفتری که نسبت به بقیه مردم حس انسانی دارن، به جای دفاع از او بعد میان نوکر و برده یک کتلی بشکی زرد که باورمند هستن برای از اونا خوش ساختن، از اونا دشنامه های رکیک و زشتی برای دیگرها حواله میکنن. مطمئن باشین یک چیز بازم سوی تعبیر نشه، در افغانستان هر دقیقه موازینه در حال تغییر است. طالب هم کس تضمین نکرده، داعشی هم در اوجه در حال اتفاق افتیدن است که بوله های تندره زیادتر
آدم اگر درست تشخیص بکنه ردهای پایش پیدا میکنه. نشوه یک روزی با اشتباهاتتان هیچ جایی نداشته باشین. و او هزاریه که هزاره نبوده به خاطر چهار قیرانه که شما ایانه جمع کردین و از آدرس کنگره هزاره در اختیارش قرار دادین، باز او هزاره هم مسئولیت پیدا نکنه در حالی که او هزاره نیست. باز با امون لجاجت و گندگی که در 20 سال در نظام جمهوریت از آدرس تاجک تبارا خصوصا مکتبخانه احمد شاه مسعود در اقتدار ماندن، باز اونا هم او اقتدار از دست خواد داد و جایگاهی بین مردم هم نخواد داشت، حتی مادرایشان این فرزندای ناخلفشان را نخواد داشت. چی جایی که با من فروتنی که زادگاهم همچو اشخاص پیدا بکنم باید بیایم با او احترام بگذارم. این گپی درست نیست. مشنم استاد شیوای بزرگوار. فروتن عزیز هدف من بینمی بود که بالاخره ما اگر در صورتی که طالبا در یک باور این برسه که گویا ما واقعی ازاره کامپیت نزدی پایین دمون گویا ما با توجیکا کامره دباز کن، کامره باز نکنی پایانت مندازم. این ایمی یک تن از ازارای است که از اوغان کرده اوغان تر است. ما که میگم کنگری هزاره خود در بیزی طالب اوزان کرده به غیر اوغان دشنامه تا یک چیز واقعی است، یعنی تغییر میکنه. افغانی واقعی هزاره، خوش آمدین، بفرمایین. اولین گپی که میزنی، اولین داخلی که داخل لایفت میشیم، اولا درود و سلام برادر مفهمی، نه یک سلامی نه یک کلامی، در بیزه برادر پشتنا خود خود میندازده برادر افغان واقعی از افغان افغانتر است. او برادر امی طرز تکلمی تو که خود سیاسی میگیری، خود یک دانشمند میگیری که حتی در یوتیوب میایی، حتی در فیسبوک هستی برادر زم، در تیک تاک، در تمام دنیا تو رو میبینیم. طرز تفکری تو ما اینقدر تو را شناختیم، اینقدر شناختیم، تو از همه اقوام دنبال نفاق، دنبال بدبختی، دنبال پدنالتی گبا گوش دشنام نتی، دشنام نتی افغان واقعی از آره، دشنام نتی با منطق صحبت کن، معرفت همش نام انتقادت هم شنونده هستم ولی معرفی خود دارم. داخل لایفیت آمدیم به عنوان یک میزبان، یک سلامی، یک کلامی، اولین کلمات مرا گفتی در بیزه پشتورا خود قویزان کده. خب بیبی تو یک هزاره مگر نیستی؟ یک سوال، مگر تو یک هزاره نیستی؟ من هزاره هستم، افتخار میکنم هزاره هستم، نه من پشتور حساب میکنم، نه تاجیک حساب میکنم، هیچ اقوام حساب نمیکنم. وقتی تو که میگی من افغان هستم، تو یک انسان ناسکه میشی که هیچ ربطی برای افغان نداری. یک مثلا بگیری هزاره میکنی، من اصلا نیاز به تو ندارم. تو چیکار هستی که با خاطر هزاره گپ میزنی؟ نه خیر، من لجاجتی یک کتلی به نام کنگری هزاره. اجازه باشه یک لحظه فرود افغان واقعی، یک لحظه فرود یک کتلی لجوج به نام کنگری هزاره. برای خود با ما چی؟ ما برای سلام عمرم. از هزاره ها شما چی حق داره که در لایف هاشان میاید آدرس